من آمده ام وای وای من آمده ام. من آمده ام وای وای من آمده ام عشق فریاد کند، من آمده ام که ناز بنیاد کند، من آمده ام وای لای 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 لای. گوشه شمایی؟ ای همچین بفهمی نفهمی. عشقی وفایی داره، گریه بزاری داره، آدم فراری داره، عاشق شدم و خوب میدونم که بیقراری داره. تو هم لابد لیلای. شما هم شناختین؟ حالا به حرفمون رسیدی؟ هر کاسیتی که در بیاد اولیش مال خود هاش خیرالله. اصلا مرکز پخش علی‌آباد همینجاست. بقیه کاسیت ها کجا؟ همش همینه، هرچی خونه بی بی خانم ضبط کردیم همینه. اونهایی که اینجا از من سوال و جواب کردی آنها کجا هستن؟ اونها رو فرستادم رفت، من که گزارشم رو نگه نمیدارم که سال تحویل بگذره همش کهنه میشه. مخابره شد رفت. بله مخابره شد رفت. چی بگیری؟ سال 2000ش میگن. این ور دنیا شما شده بکنی اون ور عالم گر عافیت باشه. مخابره شد رفت. گجا علی داد کن. مخابره شد رفت. بچه گول میزنی؟ فیلم ویدیویی چطوری مخابره شدن؟ با مرس تلگرافی یا ماهواره یا ویژه داری؟ شما به خیالتان که ما تکنولوژی سرمان نمیشن؟ حالا وقتی که شب عیدیه همه تان اینجا سر بیشام زمین گذاشتین، بعدم با یک پرونده نو به خاطر عیدی فرستادمتان دادسرا، آن وقت بگین که امدادات غیبی از طریق شاهرای مخابراتی جاسوسیتان بیان کمکتان. سرکار یعنی حاج آقا خیرالله، این انبه جان و این دختر انبه جان جانای ما که کار خلافی نکرده این، یا این بیبی بند خدا؟ بیبی بند خدا اشرت کده تو خانه همین بوده، جشن سرور بزنن به کوب، اونم با جاسوس اجنبی عامل صهیونیست. خب بعد سال ماهی برامان مهمان رسیده بود شب عیدی، باید ذکر مصیبت میگرفتیم. آدم تو چهاردیواری خانش هم نمیتونه از مهموناش پذیرایی کنه. حالا ما هم از شما پذیرایی میکنیم، هم از مهمان عزیزتان. با شفت پلو و خورشت زعفلا بود همانم از سرتون زیاده. حاج آقا، حاج آقا، خوبیت نداره اینجا ای عمه خانم و دختر عمه های ما اینجا باشن؟ یهو دیدی زلزله چیزی خدای نکرده. هرچه خواست خداست هممون زیر رو میشیم دیگه، هرچه خواست خداست. خب خواست مویم باز باشه. نه اینا دختر عمه ها و عمه مویم چه دخل داره به شما نامحرم ها؟ اصلا تو چطور ناغافل عمدار شدی؟ حتما کاسه ای زیر نیم کاسه یه. نه نه حاج آقا، هیچ نیم کاسه زیر هیچ کاسه نیه، هرچی هست زیر سر یه خانمیه که هر کی میتونست میرفت فستانش شیر میخورد. بابای مویم گویا یه جوری مشتری بوده، ای عمه مویم چطور شد؟ ای چی دارم میگه؟ از قرار معلوم اشرت کده های دیگه هم تو این آبادی بوده و ما خبر نداشتم.
این زنی که ایکی میگویی کجای اغلا؟ بابات کدام گوریه؟ حاج آقا ما نمیدانیم کدام گوریه، صفت نشانی قهرش ناغا به ما نگفته، اما اون خانم که از فستانش اینقدر پستان پستان نکن پسر، معصیت داره؟ او خانومه را اگه شما نشانشو بخوای باز خبرستانشو از ام خانم ما حاج آقا بیبی ما رو بردن، بیبی ما رو دوز بردن، حتما نونخور اضافه میخواستن. بیبی اینجاست. بابا سبز علی مادر، تو مگه مدرسه نرفتی؟ اینجا چی کار میکنی؟ شب عید بود، زود تعطیل شدیم. کسی هنوز خانه نیامده بود؟ چرا بابا اومد؟ مادر اومد؟ همه دنبال میگرده چه همه اومده اینجا؟ سبزعلی، سبزعلی بی ما برای تعریف کنم که چی شده ما همه اومدیم اینجا. این دختر عموهایی که ما پیدا کردم اینا، نه این اولش نی، اصلی که تو اومدی بهشون گفتی عمت باشد کار داره با ما، داشتون تصنیف میفروختم، نه هفتسین میفروختم، بعد نه اینم اولش نیست. سابقا خیلی وقتیشا یه خانومه بود افغانستانش به هر کی که میرسید سمد آقا دیگه نگو دوباره بسته دیا ای با اتاقهای ته راه رو رو آماده میکنی، باجی ها رو هم سواشون میکنی، میفرستدشن آنجا. باش آج آقا. میشه دو کلمه با شما صحبت کنم؟ تا اون نوارهایی که جنابالی پر کردی به من ندی بیرم یه کپی از این نوارها من به شما دارم. فهم گلین همین یه کپیه؟ من خیلی باید آدم بی فکری باشم که چند کپی از این نوارهایی که اینجا ضبط کردم به جای مختلف نفرستاده باشم. حالا این کپی هایی که به جاهای مختلف فرستادی بابتش دستخوش هم میخواهی؟ شما جوابهایی که من دادید اعتقاداتتون بوده. چرا از پخش اعتقاداتتون واهمه دارید؟ اگر فکر میکنین که اشتباه کردید بذارین در همون حد اشتباه ساده باقی بمونه. همه اشتباه میکنن. با گرفتن و زندانی کردن اینا و جلوگیری از کار من که اشتباهات شما جبران نمیشه. نتیجه اجازه بدین که من کارمو تموم کنم و بی سر و صدا از اینجا برم. ما که سعادت اینو پیدا میکنیم که تو رفع شر کنی. یه آهنگ دو صدایی با صدای صمد و گدا علی همینجا ضبط کنم مرخص میشم. برو تمام کن خبرم. حاج آقا اجازه بدین اینم امشب برن خونه، شب عیده. برو تو به کار خودت به دست بذار، ما هم به کار خودمان باشیم. در ضمن یکی از این نوارها رو به ما بده نگاه بکنم که تا فردا پس فردا بدانم که تابان چیو دارم پس میدم. یا پس بگیرید یا پس بگیرم. مواظبش باش دوباره از دست ما لیز نخوره. تا نوارها رو نداده از اینجا تکان نمیخوره. باشه آج آقا.